درود و گاهتان شاد گفتگوی زنده سرنوشت را با میزبانی من رشاد زریر از نور تماشا می کنید چین و افغانستان در روابط متراکم از سیاست و اقتصاد تا بازسازی راه ابریشم دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان در یک سفر سه روزه به فراخان لیکی چیانگ نخست وزیر کشور همسو و همسایه چین در, در رأس فهرست از بلند پایگان سیاسی اقتصادی و بازرگانی آزم پکن پایتختان کشور شده است بر بنیاد خبرنامه که دفتر سخنگوی ریاست اجرایی منتشر کرده است آقای عبدالله که رئیس جم... با رئیس جمهور نخواست وزیر و مقامات دیگر چینی ملاقات خواهد کرد آجندای سفرش بیشتر روی روند گفتگوهای سال افغانستان با طالبان روابط اقتصادی و سیاسی و همچنان احیای کمربند اقتصادی جاده ابریشم متمرکز خواهد بود این در حال است که چین یکی از مهمترین کشورها در حیطه سیاست خارجی دولت وحدت ملی بوده و در این اواخر پشت روند گفتگوهای صلح دولت با طالبان و اکمال نظامی نیروهای امنیتی افغانستان نیز استاد است. بررسی روابط چین و افغانستان و رفت آمد مقامات کابل به پکن در بحث کنونی من با آقایان عبدالشکور سالنگی پژوهشگر روابط بین الملل سید نبی الله سادات استاد دانشگاه و, و نصرالله الله اعلم آگاه سیاسی ممنون حضورتان جناب سالنگی سیب به خاطر گشایش بحث در درآمدتان بیت نگاهی داشته باشید بر روابط افغانستان و چین از 1955 که روابط دیپلماتیکشان آغاز شد تا حکومت وحدت ملی <تصفح> بسم الله الرحمن الرحیم سلام احترام خدمت شما مهمانان عزیز همکاران تکنیکون و بینندگان و محترم تلویزیون نور خب بعد از اینکه چین به یک کشور مستقل و بعد از انقلابات و بعد از شروع های خیلی زیاده و چند پارچه که بالاخره به با یک وحدت سرزمینی رسید و تحت قیادت یک حکومت که تا فعلا او حکومت به اساس بنیادهایی که استوار شده بود استوار شده همواره با افغانستان روابط خوبی داشته البته این روابط خوب که میگیم بر اساس چون مشکل بین دو تا کشور وجود نداشت که بتونه او مشکل روابط متشنج بشه بسازه برخلاف سایر همسایه های که چین داره تقریبا میشه گفت که چین تنها کشوری در جهان است که بیشترین همسایه را داره هم. و, مشکلات مرزی و ارزی و ادعاهای تاریخی و حتی تداخلات جمعیتی و اینا با تمامی از این کشورهای همسایه چین تا حدود دست به گریبان بوده مشکلات آخر شده در زمان اتحاد شوروی با اتحاد شوروی درگیر جنگ بوده با, با هند درگیر جنگ بوده حتی با پاکستان مشکل مرزی داشته که بالاخره با تسامح پاکستان مشکل حل شده با سایر کشورهای دیگه با ژاپن حتی در شرق با باز با اتحاد شوروی با کوریا با این کشورها اما تنها کشوری که چین همسایه اف... تنها کشوری که همسایه چین هست افغانستان البته شاید بر بگرده به اینکه مرز خیلی محدوده یا مرز مشترک خیلی محدوده ما با چین داریم اما باز هم مشکلاتی که یا عدم وضاحت مرزی تو بین چین و افغانستان وجود داشت یا هم بسیار با سادگی و با آسانی مورد توافق هر طرف قرار گرفت و خطوط مرزی هر دو کشور به وجودی که خیلی مناطق کوهستانی و صعب و از دور از دسترس علامت گذاری شد و حتی در اون زمان ما مشکل با چین نداشتیم بل. سایر موازی مواردی هم که میتونه در فضای دو تا کشور همسایه به عنوان موارد امنیتی کننده وجود داشته باشه بین افغانستان و چین قطعا در گذشته وجود نداشته روابط افغانستان حتی در زمان که دولت حزب دموکراتیک خلق حاکم بود و پیش از او در دوران شاهی و در دوران جمهوری و بعد از او در دوران حکومت مجاهدین فقط در یک زمان خیلی محدودی که طالبان به اکثر نقاط افغانستان تسلط داشتند فقط نگاه چین نسبت به افغانستان تاودیده محتاطانه بود و از ناحیه افغانستان احساس خطر میکرد اما باز هم چین خیلی وارد قضای افغانستان نشده بود به دلیل اینکه افغانستان در او محدوده نبود که برای چین مشکل آفرین باشه و فقط تهدید امنیتی باز هم تلقی نمیشد دقیقاً تهدید امنیتی هم تلقی نمیشد و حتی افغانستان ناحیه نبود که امکان داشته باشه از اون ناحیه چین مورد تهدید قرار بگیره اما در زمان طالبان حضور طالبان در افغانستان و ارتباط طالبان با گروه های جدای طلب و پایکارجو مسلحی که در آسیای مرکزی وجود داره و در سینکیانگ فعالیت داشتن بلد. بعد از فروپاشی شوروی این گروه ها فعال شدن دایی استقلال طلبی سر دادن مورد حمایت کشورهای دیگر هم ای گروه ها قرار گرفتن به چین از نوعی افغانستان احساس خطر کرد مبادا این گروه ها در افغانستان مستقر شوند تجهیز شوند نیرو بگیرن و اینا دست به تحرکات در منطقه سینکیان که خیلی منطقه حیاتی و مهم و از برای چین اهمیت خیلی بالایی داره مبادی که در این منطقه آشوب برپا شود و مشکلات به چین خلق شود از این لحاظ بود که چین تا حدود همسو با کشورهای آسیای مرکزی با روسیه به یک موضع ضد طالبانی یا ضد حرکت های که آبوشخیرشان بیشتر ایدولوژیک بوده موازی ایدولوژیک بوده یا افراطیت بوده ولی افراطیت نامش هم میگذارن شاید چیز دیگری بوده باشه تا حدید اما باز هم شواهد داره برای وجود نداره که چین عملا دست به کار شده باشه برای دفاع از از سینکیانگ در داخل افغانستان بعد از حکومت بعد از اینکه طالبان از بین رفتن و حکومت جدید دولت جدید در افغانستان شکل گرفت چین با بازسازی رابط خود با افغانستان پرداخت و در 13 سال گذشته روابط چین و افغانستان یک روابط تقریبا میشه گفت که نرم بوده این خواست بازسازی روابط تنها از طرف چین بوده یا از طرف دولت افغانستان دو طرفه بوده خب ما که عرض کردم خدمتتون که چین در صدد بازسازی روابط شد علتش این میتونه باشه که افغانستان خیلی تمایل به این نداشت در گذشته در 13 سال گذشته که تمایل که چین به افغانستان خیلی نزدیک باشه دلایلش هم میتونه داخلی باشه هم میتونه خارجی باشه در دلایل خارجی خب طبیعی که حضور ایالات متحده در افغانستان و ادعای رقابتی که این دو تا کشور و اتحاد استراتژیک بین چین و روسیه شکل گرفته در آسیای مرکزی که منجر به اخراج ایالات متحده از اون منطقه شد به میشه گفت که نوه یک نوع سپر ایجاد کرده بود علیه چین که بخواد نزدیک شود با افغانستان بحث داخلیش برمیگرده به اینکه چون چین در یک اتحاد استراتژیک با پاکستان به سر میبره حتی بله. میشه گفت که پاکستان به مسابقه اسرائیل که با امریکا اهمیت داره با چین اهمیت داره و در 13 سال گذشته حکومت تحت حامد کرزی خیلی هندگرا بود نزدیکی با هند بیشتر داشت و از پاکستان و از کشوری که پاکستان مورد حمایت از او باشه از او کشور دوری میجاست به دلیل توسعهایی که هندستان و حکومت افغانستان تزریق میکرد چون در در فضای کل جنوب آسیا و شمال آسیا که آسیا مرکزی باشه یک نوع رقابت منفی بین چین و هند وجود داره اینا بر سر ادای رهبری برای دو تا منطقه با در تعارض هستند و هر کدام در صد زنگ پلاهای یکی دیگر را تضعیف تر بسازند با, با, با بر اساس افغانستان چون در محور یا برای افغانستان هند خیلی مهمتر از پاکستان و از چین بود از این لحاظ بناوی میشه گفت که یعنی عدم تمایل داخلی هم در ایجاد رابطه بسیار گرم و نزدیک با چین وجود داشت اما بعد از اینکه حکومت وحدت ملی برقرار شد خب با او حلقه های که جمهور ترسیم کرده بود هم چین میتواند اولویت داشته باشه نزدیکی با چین چون در همسایگی افغانستان است و در بود دیگر مسئله چون رئیس جمهور افغانستان با ترهایی را که داشت البته این ترها در داخل خود حکومت هم و هم در بیرون از حکومت کسایی که وجود دارن با مشکلات مواجه شد اما در دیدگاه رئیس جمهوری بود که با پاکستان خیلی نزدیک باشه و کشوری که میتونه پاکستان نزدیک بسازه به افغانستان یا حد اقل وادار به ای بسازه که پاکستان نسبت به افغانستان نظر مساعد پیدا بکنه او کشور چین بوده خب میشه یک بهبود در فرایند سازش سیاست خارجی دولت افغانستان دولت وحدت ملی تا دولت آقای کرزه شمارت بهبودی هست دقیقا بهبودی از چون ما تمایل نداشتیم برای که با چین خیلی نزدیک شویم و درها را تقریبا بسته بودیم برای چین خب جایی را که چین سرمایه گذاری کرده بود در بخش های اقتصادی اینا نمیشه گفت که نزدیکی روابط دو تا کشور را نشان بده چون افغانستان از روابط اقتصادی کرده بیشتر محتاجی است که روابط نزدیکتر سیاسی داشته باشه نظر موافق یک کشور با خود داشته باشه چین میتونه این نظر موافق با, با افغانستان داشته باشه و در کنار افغانستان و در حمای افغانستان باشه و از ظرفیت که در چین وجود در افغانستان خوب بتوان استفاده بکنه که چین این مسئله اتفاق نافتاد اما حکومت وحدت ملی در صدد ازی بود که تا هم از ظرفیت های چین استفاده بکنه به عنوان یک کشور که کاملا قدرتمند و از اقتصادی خیلی پیشرفته و میتونه تاثیرگذار در که در آسیا وجود داره و هم این کشور بتونه بالای پاکستان فشار ایمال بکنه تا حداقل پاکستان نظر مساعد نسبت به افغانستان با داشته باشه سپاس آقای سادات بیت شما یک نگاه با درون مایه اقتصادی بر چین و افغانستان از حکومت آقای کرزی تا آنچه تغییرات و دیگر دیسه هایی که در حکومت آقای غنی و عبدالله آمده داشته باشید بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما مهمانان عزیز و همه بیننده های گرامی روال کاری و همسایگی ارتباطات بین ملل چی از دیدگاه سیاست زمانی باشد چی از دیدگاه سیاست تاریخی و روال اقتصادی همش پیمانه هایی است که مجبورا کشورها باید با هم یک رابطه نیک داشته باشند برخص همسایه ها و روال کاری و اقتصادی بین افغانستان و چین مدت های زمان های یعنی تاریخ متداوم داره از دیر زمان است که افغانستان با کشور چین روابط خوبی داشته و همزمان در این روی کرد که زمان فعلی هست هیچ گاهی بدون تاثیر مثبت نخواد بود که ارتباط افغانستان با کشور پهناور چین از لحاظ اقتصادی از لحاظ روابط بین همسایگی اینا تاثیر خاص خود می داشته باشه و نحوه های کاری امروز روال کار چنان هست که افغانستان باید ارتباط کلی خود ارتباط روابط همسایگی خود ارتباط روابط بین دول خود باید انقدر دقیق و پرمحاسبه داشته باشه تا بتونه که آنچه نفع ملت افغانستان باشه اونا را ارائه بکنه به. و قراره که امروز سفر جناب رئیس اجرایت در کشور پهنوار چین روی دلایل مشخص نهفته است امه. که بحث های گفتگوی مسائل سال هست بحث های رابط گسترش بین اقتصادی و ارتباطات مستقیم سیاسی بین افغانستان و بین همسایه ما کشور پهنوار چین می باشد که اینا همش روال مثبتی در قبال داره و دیدگاه کلی که بتونیم آمار درست از برنامه ریزی داشته باشیم بتونیم پیمانه های خوبی را در رابط گستر... گسترش ما داشته باشیم یعنی دلیل و منفعت های بسیار خوبی را بر روال آینده ها می داشته باشه داشته باشه که ما در این پروسه ها می با منطق درست و استوار کاری روابط خود حفظ بکنیم و همچنان در ادامه روابط خود با کشور همسایه ما چین یک یک, یک،, یک، بسیار اساس را از درایت کاری بین دو کشور افاده میشه که ما داشته باشیم پروسه را و آنچه که به نفع منطقه است به نفع برنامه کاری افغانستان یا چین هست اینا را دنبال بکنن تا بتونم که یک یک دستاورد خوبی را از داشتن همسایه نیک در کنار خود از رشد و توسعه اقتصادی و برنامه های ارتباط مثبت سیاسی با این دو کشور داشته باشیم خب اگر مشخصا تمرکز بکنید روی گستره اقتصادی روابط بین افغانستان و چین از آنجایی که پس از اگر بگیریم پس از سفر نخست وزیر چین به کابل و وعده هایی که داد تفاهم نامه بین دو کشور امضا شد چی دورنمایی را میتونیم از باب اقتصادی داشته باشیم بزرگترین دستاوردی که ما میتونیم از دیدگاه اقتصادی سرزی پروسه ما سرش اشاره بکنیم برنامه ایجاد و توسعه یا به اصطلاح برنامه‌ریزی روی راه ابریشم هست که بله. برنامه افغانستان به آسیا منحد بر تمام برنامه اقتصادی می شود و در اینجا ما میتونیم که روال کار اقتصادی افغانستان ها. با کشورهای دیگه که الخ خصوص در بین آسیا ما بتونیم که از توانمندی های اقتصادی کشور خود ما فعالیت بکنیم از داشته های کشور خود فعالیت بکنیم یعنی راهی که بتونه منعکسگر برنامه رشد اقتصادی در جامعه آسیا باشه از طریق افغانستان و با همکاری کشور چین ما میتونیم سریزی موضوع خوبتر و بهتر نفع ببریم و تا باشه که روال کار یا چرخش اقتصاد افغانستان در خور ارزش پیدا بکنه و حرکت بکنه تا بتونه که مزایای خوب اقتصادی دستاوردهای بسیار خوبی را از کشور پرمنفعتی که افغانستان هست ما داشته باشه خب با توجه به اهمیت این کمربند اقتصادی جاده ابریشم و این که این اهمیتش را مد نظر دارن کشورهای چین و افغانستان تلاش میکنن از سر بگیرن و احیاش بکنن فکر میکنید بسترها و فراهمی های سامانمندی وجود داره فراروش که ما امیدوار باشیم این از سر گرفته شود و عملی شود و مردم افغانستان چین به حتی منطقه از این بهره مند شود امروز ما چند سیاست های بیرون مرزی منطقوی روال داره در جهان یک موضوع آمریکا است که فعلا در افغانستان حاکم هست و موضوع هند و چین موضوع بسیار مشخصی است موضوع روس اینا جامعه ها را بر یک سلا زد بند های سیاسی و زد بند های منفعتی اینا تبدیل کردن و درایت کلی از حکومت افغانستان است که بتونه با کدام انگیزه با کدام دستاورد با کدام فن کاری ارتباطی بتونن امی ارتباطاتی که فعلا جابجا شده می روابط که فعلا محیا شده اینا رو بتونن به نفع اولیای جامعه افغانستان رقم بزنن در غیر از او هر قدر که دری روال جسته و گسیخ، گسیخته و بسلا و پراگنده حرکت شوه و روال طوری باشه که منفعت اجازی از کشورهای دیگی باشه اینا به نفع افغانستان نخواد بود اگر حکومت افغانستان بتونه با یک بیداری با یک روابط درست و با یک آزاداندیشی امی ارتباطات خود با همسایه های خود و با کشورهای دیگه بستا رب بته هیچ گوی از نفع خالی نیست اگر روال کاری منفعت های بیرونی را به از طرف های کشورهای دیگه از طرف ایالات متحده امریکا نشانگر باشه و اینا نقطه عطف و توجه از برای موضوعه هایی که بسیار رقم بر دادم یعنی فهرست برزه اون گاست که افغانستان نفع نخواد برد ولی جامعه هایی که بسیار نفع میبره کشورهای دیگه ای خود بود و در اینجا در وقت کلی حکومت افغانستان طور باید ایار باشه توری باید اساس باشه تا بتونه که هم رقیبای بیرونی بین ملی خود داشته باشه و هم بتونه روابط کلی اقتصادی خود در جامعه در منطقه آسیا اینا بتونه تمرکز داشته باشه و بتونه که هم از این به نفع کارهای خوب و برنامه هایی که در آینده ها از افغانستان ارائه میشه هم از خاک افغانستان استفاده میکنه اونا و بتونه که افغانستان هم از سیاست اقتصادی بسیار موزونی استفاده بکنه تا بتونه رشد و توسعه به نفع جامعه افغانستان ارائه بکنه و بتونه مزی برنامه‌ای که به پیدا شده و مزی پروسه‌ای که فعلا منعکسگر برنامه رابطه آینده هاست از این بتونه به شکل درست و به شکل عالی از این نفع ببرم. خیلی سپاس آقای علم در درامد کوتاه شما میتونیم داشته باشیم در ادامه بحث آقای سالنگی این که دگرگونی که در روابط خارجی دولت افغانستان آمد و بالاخره دیگر دیشی مشخص که در روابطش بین چین و پاکستان تا چین و هند و اینا آمد فکر میکنید که این دگرگونی روابط خیلی بهتر از آنچه روابطی که آقای کرزی در منطقه داشت هست و دیگر هم این که فکر میکنید آنچه آقای سالنگی گفتند روابط طبیعی اقتصادی که در دوران آقای کرزی ادامه داشت بیشتر نیاز روابط سیاسی هست از روابط اقتصادی با کشور مثل چین که حالا دولت آقای غنی داره این هم یک داشته باشید بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت شما مهمان های عزیز و عزیز تلویزیون نور من فکر میکنم که دولت افغانستان روی کرده بسیار خوبی رو در طول در قسمت سیاست خارجی خودش در این دو سال که اخیر داشته بیشترین موفقیتی را که دولت دولت ما داشته در بحث سیاست خارجی هست در زمینه سیاست خارجی افغانستان همواره سیاستی که اقتصاد باید با منافع اقتصادی با منافع سیاسی و ژئوپلیتیک همراه باشه نمیتونیم که بگوییم که یک کشور میخواد در یک جای دیگه روابط داشته باشه در اونجا مداخله داشته باشه بدون اینکه منافع اقتصادی برش متصور باشه دولت چین دولتی است که در بیشترین جاهای در افریقا هم که کار میکنه یعنی بیشترین قسمت هیته کاریش که هست در اونجا هم به منافع اقتصادی خودش فکر میکنه و سعی میکنه که در اونجا هم خودش درگیر مناسبات سیاسی و مناسبات در و درگیری هایی که اونجا هست نکنه در حوزه افغانستان هم ما میبینیم که در طول 13 سال گذشته چین هم ما نمیتونیم بگیم که فقط دولت آقای کرزی مقصر هست دولت آقای کرزی هم میخواست که دو با دولت چین روابط خوبی داشته باشد و در اواخر دولت کرزی هم خود آقای کرزی به چین سفرهای رو داشت و میخواست که او چین در افغانستان نقش آفرینی بیشتری داشته باشد اما ما برخلاف جناب آقای سالنگی فکر میکنم دلیلی که چین در افغانستان حضور پیدا نکرد از عمده ترین عواملش ای بود که چین از آینک پاکستان به افغانستان نگاه میکرد پاکستان مثل پلیس منطقه هست در این قسمت از نگاه چین و تمام تمرکز چین در طول سالهای سال بالای پاکستان بوده به طوری که بیشترین روابط اقتصادی خودش با پاکستان داشته در منطقه و بیشترین کمک های نظامی و روابط نظامی که داشته و تامین کننده بیشترین تجهیزات نظامی برای پاکستان خود چین هست پاکستانی ها به این صورت برای چینی ها تبیین کرده بودند که با حضور ما تمام منافع شما در منطقه و به در افغانستان تأمین خواهد بود اما وقتی که چینی ها بعد از رفتن آمریکایی ها یعنی نیروهای رزمی آمریکا که از افغانستان خارج شد چینی ها در صدد ازی بودند که ببینند که چگونه صلح به افغانستان خواهد آمد چرا که بیشتر منافع اقتصادی و سیاسی چینی ها زمانی تامین میشه که در افغانستان ما شاید صلح باشیم و درگیری وجود نداشته باشه <applause> همونطور که دوستان اشاره کردند مشکلاتی که در ایالت سینکیانک هست و دنیا از او کم خبر هست به خاطر که چینی ها اجازه ظهور او اخبار و و اخبار نمیده. اورم نمیخواد که افغانستان مکان امنی باشه برای ایغورها و کسانی که میخواستن با دولت چین مبارزه بکنن خب دوباره برمیگردم به شما بنابر سلسله مراتبی که تاثیر پاکستان بالای طالبان و تاثیر چین بالای پاکستان با توجه بر روابط استراتژیک چین و پاکستان و اشاره ایده که آقای علم اینجا داشت که چین از دریچه پاکستان به افغانستان نگاه میکرد حالا چین یکی از طرف های اص... اصلی گفتگوهای چهار جانبه صلح افغانستان هست که دو... چهار دورش برگزار شده و قرار گزار... گزارش ها هفته روان دور پنجمش در اسلام آباد برگزار میشه و یکی از بخش های مهم آژندای سفر آقای عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان به چین هم چگونگی از سرگیری گفتگوهای صلح دولت با طالبان هست که آقای عبدالله در یکی از دانشگاه های چین که امروز سخنرانی میکرد خیلی تمرکز کرد روی مبارزه مشترک دولت های چین و افغانستان با تروریسم و همسویایی که در این پیوند دارند این که چه انداز ما می توانیم از ایفای نقش کشور مثل چین با توجه به کارایی و ظرافت و تواناییش در بخش در بخش گفتگوهای صلح افغانستان داشته باشیم پس از میان برنامه خیلی کوتاه بحث را در همین محور ادامه میدیم ادامه گفتگو با امید همراهیتان تا پایین بس آقای علم بحثتون را ادامه بتید با این پرسش که همین که اشاره داشتید به چگونگی نگاه چین از طریق پاکستان به افغانستان حالا اینکه آقای سالنگی شبیه سازی کردن روابط چین و پاکستان را بر روابط اسرا... آمریکا و اسرائیل فکر می‌کنید این جای بس چین واقعا در بحث صلح افغانستان نقش قابل ملاحظه می تانه بکنه؟ نکته اه... نقطه... نکته که باید اشاره بکنم که من با جناب سالنگی صاحب همراه هستم که <applause> بسیار نفوذ عجیبی داره چین بالای پاکستان و همواره پاکستان در مناظرات قدرتی که در منطقه بوده بین هند، چین و امریکا و روسیه. تمام تمرکز خودش به داشته که با چین نزدیکتر بشه و چین هم سخاوتمندانه با پاکستان همراهی کرده به طوری که به قول جناب آقای سالنگی مثل اسرائیل هست برای امریکا یعنی اینقدر نفوذ داره اما در مسئله افغانستان چینی ها برداشت ما این است که متوجه شدن که منافع اونها با منافع پاکستانی ها همسو و همگام نیست چینی ها در افغانستان نیازمند صلح هستند و بتوانند منافع به منافع خودشون دست پیدا بکنند و پاکستانی ها به دنبال ایجاد جنگ هستند تا بتوانند که از این جنگ به نفع خودشون استفاده بکنند در طول 13 سال گذشته ما دیدیم که چینی ها به وقت پاکستانی ها با اشاعه جنگ در افغانستان افغانستان تونستند که از چینایی ها هم اه. کمک دریافت بکنن از امریکایی ها هم کمک دریافت بکنن و در مقابل هر کدام از چین و امریکا برای خودشون سپر جور درست کردن و تونستند که این نقش دوگانه را ایفا بکنن اما بعد از اینکه امریکایی ها از افغانستان نیروهای رزمی خودش بیرون کرد چینایی ها علا رقم این که بارها ادعا کردند که ما نمیخوایم که جای خالی امریکا رو در افغانستان پر بکنیم اما ب... از نگاه من چینی ها میخواین که جای امریکا را در منطقه پر بکنن تا به منافع اقتصادی که در ارتباط با آسیا از طریق افغانستان با ایران و, و ترکیه و او کشورها دارن او کشوره و کشور اروپایی با همچنان با آسیای میانه دارن او منافع تمین شود و چینی ها هم وارد در صدد ای هستند که مناطقی که در اونها نفت و گاز وجود داره مخصوصا آسیای میانه همواره به صورت امن باقی بمونه تا بتونه که منافع چین را تامین بکنه در این نگاه چین از اینه که پاکستان به افغانستان که دلیل عدم حضورش را در دولت آقای کرزی کمتر شما سراغ کردید و همین دلیل را شمردید فکر میکنید دولت آقای غنی کمی تغییرات آورده تا روابط مستقیم تر نسبت به اینکه سرک پاکستان چین به افغانستان نگاه بکنه با چین داشته باشه و حالا یک پله عینک را چین به افغانستان مستقیم ببینه وقتی که آقای غنی به قدرت رسید اولین سفر خارجی را به چین داشت با او هیئت بسیار بزرگی که همراهشون بودن و آقای قنی متوجه این موضوع شد که چینی ها علاقمند به سرمایه گذاری در افغانستان هستند چینی ها علاقمند به صلح هستند بنابراین سعی کرد که این علاقمندی چینی ها را جواب بده و من فکر میکنم که به صورت خوبی هم جواب داد و از همه مهمتر این بود که چینی ها را علا رغم که بعضی از دولت های دیگه نمیخواستن چینی ها در گفتگوهای صلح حضور داشته باشند حضور اونها را در گفتگوهای صلح خواست و چینی ها دخالت کردند و به نقش دوگانه پا فکر میکنم بیشتر پی برده باشد. خیلی سپاس آقای سالنگی حالا بیت خیلی درنگ کوتاه داشته باشید روی اختلاف دیدگاه شما در بخش چگونگی نگاه چین به افغانستان و بعد ادامه میدید ببینید ما بس ما باید پیش فرض خدمت شما را کردم پیش فرض است که از نگاه استراتژیست های چینی یا در کل از نگاه در سیاست خارجی کلان چین پنج تا معالفه اصلی است که اونا با آسیای مرکزی میبینن و افغانستان هم شامل از این منطقه است یا این پنج تا مالفه اولش برمیگرده به اینکه خب در آسیای مرکزی یک منطقه است که ذخایر عظیم تاز نخورده وجود داره و با توجه به اینکه چین یک کشور در حال پیشرفت است و از لحاظ اقتصادی بیشترین رشد اقتصادی را داره و نیازش به منابع نفتی و انرژی بیشتر است یک بحث است که نگاه چین به این منطقه بیشتر میسازه و افغانستان به عنوان کشوری که میتونی منطقه را ناامن بسازه یا امنیت منطقه در گرو امنیت افغانستان است این موضوع میتونه تاثیر داشته باشه بالای این دیدگاه چین بحث خب. دومی است که خب چینی ها که یک روابط دو جانبه نزدیک با تمام کشورهایی که در زل غربیشون وجود داره که آسیای مرکزی و افغانستان باشه یک روابط دوجانبه نزدیک از لحاظ و از لحاظ سیاسی ایجاد بکنن از لحاظ اقتصادی خب این کشورها ناگزیر هستن با چین ارتباط داشته باشند چون چین اقتصادش در حال پیشرفت است و منابع خیلی ارزان در چین وجود داره که کشورها میتونن از او استفاده بکنن بل مقابل چین میتونه از انرژی از اینا استفاده بکنه یک مسئله دو طرف است اما از لحاظ سیاسی چین در صدد است که این کشورها را در ساختارهایی که چین در او تسلط کامل داره یا حداقل در حیطه به اصطلاح نفوذ چین از در رو ساختارهای اینا را ادغام بسازد <متصفح> در شانگهای به خصوص اینا را ادغام بسازد که کوشش چین که افغانستان و کشورهای سوی مرکزی را تمام شد تقریبا در این ساختار ادغام ساخته و فقط بس افغانستان و پاکستانی مناطق مانده بس مهم دیگه است که چین به با, با طرف آسیا یا به طرف آسیای مرکزی و افغانستان به عنوان یک پل می که این پل میتونه ان وصل کنه از لحاظ زمینی چین با با کشورهای خاور میانه و حتی به اروپا وصل بلد. بکنه چون از لحاظ دریایی چین در یک تنگنای در... به صورت کلان در یک تنگنا قرار داره مهم. که ب... با آسانی میتونه شاره مواصلاتی چین مزدود بکنه به اونان یک بدیل چین حداقل اقل مز... اون رای است که میتونه با دنیای خارج مهم. در مواقع بحرانی از او استفاده بکنه بخش دیگه بحث خود رای ابریشم است چین یک تفکر در چین وجود داره که اینا میخوان دوباره احیا بکنن او راه تاریخی ابریشم که در او راه تاریخی ابریشم چین در رأس او به سلام زل قرار داره و بیشترین سود از این ناحیه چین میبره و حداقل چین میتونه تمام کشورهایی را که در بخش غربی وجود داره تا ایران و تا کشورهای عربی و همونطور تا تا, اروپا اینا را از این طریق به خودش وصل بکنه که باز برمیگرده به با اون مسئله قبلی اینا تقریبا پیش است که با, با توجه به با این پیش فرسا اگر ما نگاه چین به افغانستان ببینیم نگاه چین به افغانستان خیلی اقتصاد میور نمیتونه باشه <applause> چون چین نیازی به این نداره که افغانستان از نزدیکی با اقتصادی با چین داشته باشه <applause> چین بدیل های خیلی زیادی داره و اصلا اگر مقایسه بکنیم حجم مبادلات تجاری چین با سایر کشورها افغانستان عدد بسیار کوچکی را دربر نمیگیره <applause> اما اهمیت با نگاه به اهمیت راه ابریشم ببینید راه ابریشم یک پدیده یک مسئله سیاسی است تا بیشتر اقتصادی چین میخواهد به نوع در, در این منطقه حضور فعال داشته باشه از طریق راه ابریشم چین میتونه روابط خیلی نزدیک سیاسی یا دیدگاه اقتصاد اینجا هر فعال ببینید اقتصاد معالفه تاثیرگذاری هست اما برای عقیده ما و با توجه به پیشفرزوی هم که خدمتان ارز بله. کردم در زل غربی چین بیشتر دیدگاه اقتصاد محور ندارد دیدگاه امنیت محور دارد چین میخواهد که از طرف غرب آسیا مسئول باشه یا حداقل غرب آسیا زمینه ای را بر حضور رقرقبای خیلی جدی چین فراهم نکنه مثلا یالات متحده چیزی که عملات 2000 یک حضور ایالات متحده در مناطق خیلی امن و حیات خلوت چین و روسیه پای حضور پای ایالات متحده را و خیلی با 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 یک هزینه خیلی کلان با یک رقابت خیلی کلان با یک کلنجار بسیار پر دردسر در چین تانست با همکاری روسیه تقریبا یالات متحده از این منطقه دوباره اخراج بکنن بنابراین امنیت این منطقه و, و عدم حضور و رقبای خیلی جدی در این منطقه از دقدقه اصلی چین به حساب که ازو دریچه در چین نگاهش به افغانستان است و ای بله. که چرا پاکستان چین لحاظا میکنه بیشتر مبتنی بر همین بس است چون پاکستان در یک دشمنی اعلان شده و رسمی با هند قرار داره که او هند رقیب بسیار جدی برای چین هم تلقی میشه بنا چین برای اینکه بتونه حداقل هند خیلی تضعیف بکنه از طریق بازوی بازی خود به با پاکستان پاکستان کار برایتی انجام میده و اینکه که افغانستان چرا اهمیت مستقلانه در سیاست خارجی چین نداشتن برمیگرده با این رقابت کلانی که چین باهند داره و پاکستان میتونه براحتی هم در افغانستان میتونست یعنی هم در افغانستان و هم در هند براحتی منافع خوب چین یا او چیزی را که اصلا چین میخواه اینا را فراهم بکنه خب کار را که حکومت وحدت ملی که دقیقا بر از این قضیه بود که ما با هند دیگه کار نداریم یعنی با او اندازه که شما دغدغه داری که هند در افغانستان حضور داره و برای پاکستان این فرصت کاملا در اختیارشان قرار دارین که بتانه هند تضیف کنه در افغانستان افغانستان میخواد که چین قناعت بده در حکومت وحدت ملی میخواد چین اقنات تا که خب شما دیگه از نوهی ما که ما بتونیم در پاکستان در افغانستان برای هندستان مکانی فرام بکنیم که علیه منافع کلان شما اینجا مبارزه بکنه نگران چینام نباشید چین مسئله نیست و ما, ما, ما مستقلانه میتونیم با شما ارتباط داشته باشیم و حد اقل، کاری را که شما برای ما بکنید ایست که پاکستان ها. یا ما را از شر پاکستان محفوظ نمیده خب باید بینوش البته با یک بینش راست رویانه البته به شگرد و شیوه چین در راستای صلح افغانستان و این, این که یکی از از لای مهم نشست های جانبه برای صلح افغانستان بود و فرایند او برایندش حالا ناکام تلقی میشه چی دورنمایی میتونیم داشته باشیم از اینکه حالا بتونه چین کامیاب شود در اینکه بخش از طالبان را از طریق پاکستان بیاره روی میز مذاکره با دولت افغانستان ببینید دغدغه چین چیزی که برداشت ما از در 13 سال گذشته زمان چین از افغانستان خیلی احساس خطر میگد که طالبان مستقیما در افغانستان حضور داشتند و امکان داشت که اینا به صورت خودسرانه عمل بکنند و مشکلاتی رو برای مناطق در چین ایجاد بکنند اما بعد از 2001 که کاملا طالبان دیگه تضعیف شده بودند و تقریبا جیرخار یا گوش فرمان پاکستان می شدن چین خیلی نگران از فعالیت طالبان در افغانستان نداشت که طالبان بتوانند مکان ترانزیتی ایجاد بکنند برای گروه هایی که می خواهند در سینکیان چین وارشتند از این خاطر تمام مسئولیت سپرده بود به دوش پاکستان پاکستان می و مدیریتش و نو بر خودش با دلوت افغانستان با رقابت با, با هندستان و همینطور با مدیریت و به اصطلاح چی میگن؟ چرخاندن طالبان اما خب بعد از ای که آمریکایی از افغانستان رفتن و ناتو تقریبا نقش ثانوی در معادلات نظامی در افغانستان به خود گرفت چین در صد شد که خب میتونه مستقیما خودش وارد قضایا شود نه توسط پاکستان بلکه چین خیلی خود نزدیک ساخت با دولت افغانستان و از طرف دولت افغانستان میل و رغبت خیلی خوبی هم مشاهده شد و چراغ سبزای نشان داده شد و چیزی که جناب پیشتر اشاره فرمودن چین یکی از ازلای مهم در گفتگوهای صلح شناخته شد گفتگوهای صلح هم خیلی ناکام به صورت سفرگونه گونه حساب بکنیم نیست تقریبا نقش گفتگوهای صلح تا حدود کمرنگ شده به دلیل موارد خیلی دیگری در به وجود آمد که او مسئله اصلی را که صلح با طالبان باشه کم رنگ یعنی صلح با حزب اسلامی در اولویت قرار گرفت تا حداقل با کنار آمدن با حزب اسلامی بخش بزرگی از طالبان هم با پیروی از این مسئله امکان داره بیان به گفتگوهای صلح بپیوندن به دولت افغانستان تسلیم شوند و بخش دیگر از که میمانه حداقل چین میتونه با مدیریت مشترک با پاکستان و امکوري با ایالات متحده و دولت افغانستان بتونه د اقل بخش بزرگ دیګری از قزایا را در دراز مدت حل بکنه یک تمرکز مجمل به داشته باشید که ما تازه در دریافت کردیم گزارش تازه ای که قرارداد احیای جاده ابریشم به تازگی توسط آقای عبدالله و نخست وزیر چین امضا شده بیت گسترده به صورت تا بیننده ها بی یک دورنمای روشن و مشخص داشته باشند که این قرارداد که امضا شده بحث اجرای شدن و تطبیق شدنش و بالاخره ادامش و بهره هایی که میشه مردم افغانستان چین و حتی منطقه از این چه است ببینید من پیشتر خدمت اون کردم که یکی از اهداف اساسی سیاست خارجی در بخش غربی آسیا احیای جاده ابریشم بود جاده ابریشم آنچه که از نامش پیداست صرفا یک جاده یک خط راه نبوده یک چندین راه های متعدده بوده که میتونسته تمام قاره اوراسیا را به یک دیگه وصل بسازه احا. که در یک طرف ازی چین قرار داشته و در طرف دیگه از خاورمیانه و همینطور اروپا یعنی یک بحث بس بسیار کلان است صرفا مربوط و منوط به روابط دو جانبه بین افغانستان و چین است اما احا. چون چین در یک طرف قضیه قرار داره به عنوان طرف یک طرف اصلی قضیه و طرفی که خیلی مایل داره برای ایجاد ازی بر باسازی ازی و از ظرفیت ها هم در چین وجود داره هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ توانمندی های دیگری که بتونه کشورهای دیگر مثل روسیه مثل کشورهای آسیای مرکزی را و حتی ایران و کشورهای دورتر متقاعد بیسوزه که در این پروژه شریک شوند افغانستان به عنوان یک منطقه که در مسیر ازیرا قرار داره برای چین و برای تمام کشورهایی که در مسیر جاده ابریشم قرار دارن اهمیت حیاتی داره و امنیت در افغانستان به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی بر عملی شدن این پروژه محسوب میشه و چین کوشش میکنه که پیش ازی که کلنگ رسمی کار بالای پروژه آغاز شود در افغانستان حداقل امنیت برای تامین امنیت ای پروژه فراهم شود خیلی سپاس جناب استاد به شما مکتمرکز خیلی روشن داشته باشد روی راه ابریشم و از آنجایی که حالا این قرارداد به تازگی امضا شده چه پیشنهادهای شما دارید برای دستگاه دیپلماتیک دستگاه دیپلماسی افغانستان و رئیس اجرایی دولت افغانستان و حیاتی که همراهش اونجا رفتن و این قرارداد را به امضا رساندن که چه راهکار مشخصی حالا داشته باشند و مسئولیت هایی که برای بسترسازی و فراهمی برای دستگاه دیپلماسی افغانستان و آقای عبدالله و این کسان برمیگردد چی و چی ها و باید شود تشکر البته در قدم اول امی تفاهم نام که که بسیار عملا امضا شده یک دستاورد بسیار خوب برای بل. حکومت وحدت ملی در افغانستان میباشه و در قدم دوم ایجاد تمام تفاظل های کاری که برای افغانستان و منطقه هست یک رونق بسیار تازه ای رو میبخشه از اینجا افغانستان میتونه می در پنج محور بسیار عمده دست پیدا بکنه خب. اول روال داشت های افغانستان در جامعه آسیا به شکل درست و به شکل عالی زو در حرکت مفته و دوم داشت های افغانستان بر منوال جامعه بین ملی به شکل وافرش به دست از قرار میگیره و همچنان برعکس در صادرات واردات افغانستان نقطه خاصی را به خود میگیره و میتونه که از دست و پاچگی با داشته های پاکستان برتبات پاکستان هم نجات پیدا بکنه افغانستان و از یک سوی دیگه حرکت سیل سیل آمریکا در اف... در آسیا بلخص حضورش در افغانستان و در دامنه های چین خود از کشور چین وادار به این میسازه که یک تحرکات را داشته باشه که اولین تحرکات کاری سیاسی نظامی و اقتصادی از طریق امزی جاده ابریشم بر روال کشورهای دیگه ایجادگر میشه <تصفح> مسئله بعدی است که سرمایه‌گذاری در داخل افغانستان به شکل درشتش احیا میشه و بعد میتونیم ما زمینه فراهم سرمایه گذاری در افغانستان چی از دیدگاه داخلی باشه چی از دیدگاه بیرونی در سیاست بلند اقتصادی افغانستان بتونه گام های خوبی را از این طریق همیار بسازه و در از ما میتونیم که موضوعات بسیار خوبی را که کارکردهای های های افغانستان که عبارت از منابع بشری هست عبارت از داشته های زیرزمینی است میتونیم ما از این طریق هم بتونیم یک مقدار زر بر زیر بنای افغانستان یک سر کارهای را هم ما داشته باشیم مهم. چی در بود سیاسی چی در برد اقتصادی خاصا در بخش سیاست های دراز مدت اقتصادی ما میتونیم که از روند بتونیم دستاوردهای خوب و تازه دیگر را پیدا بکنیم از یک سو رای بریشون از روی رو 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 سوی دیگر بندر چابهار اینا موازنه های خوب و مثبتی هستند که برای جا داشته های خوب افغانستان بر جامعه های بعدی افغانستان برای آینده های افغانستان یک رونق خوب و ساخت و ساز درست را احیا میکنه به شرط از اینکه بتونه دولت درایت علمی و تخصصی خود بر امزی مسیر ارائه بکنه و بتونه که با داشتن اشخاصی که واقعا در خور ارزش برای مملکت باشن در خور ارزش برای موضوع تخصصی باشن اینا بتونن که در یک رهنمود کل با آسایش فراهم آوری دانش روابط بین ملل چی از دیگه اقتصادی با از سیاسی باشه اینا آراسته باشن تا بتونه که امزی موزینه که به شکل عالی بر افغانستان محیا گردیده یک رونق تازی را بتونه بر جامعه افغانستان از طریق افغانستان بر جامعه بیرونی بکنن و بخونن خب، این ها و گزاره ها را شما همش را مشروط به داشتن درایت سیاسیون و کارگزاران حکومت داشتید حالا این درایت را شما سراغ دارید در این دولت مردان و این دستگاه دیپلماسی و سیاسی افغانستان و کسانی که کار به دوش هستند حکومت افغانستان از سه سال کم وقت را و زیاد نی. اینا بعد آنقدر در مورد آیندی خود فکر بکنن <applause> که ما دوباره زمان که انتخابات میشه ملت افغانستان وقتی میره به صندوق رای چی کارها را باید بکنه حکومت با خاطر انگیزی که اینا بتونن بقا برای پنج سال بعد دیگه داشته باشن بعد از سه سال باید محوریت کاری را برای داشته ها و برای دستاورد های خود اینا جمع بکنن اگر دولت حکومت فعلی افغانستان, افغانستان نتونه دستاورد های خوب را در طول یک سال یک سال آینده اینا به دست نداشته باشند نمیتونن این در انتخابات بعدی اینا سربرای ای به صلاح و دهندی سردمداری بر افغانستان ادا بکنن و اینا بتونن نمیزی لحظه صد آنچه که به نفع ملت افغانستان است آنچه که به نفع احیای اقتصاد افغانستان سیاست افغانستان هست اینا بتوانند تمرکز کلی خود ارائه بکنن افرادی که واقعا ملی اندیش باشه افرادی که فساد اداری در درون از موت نظر افرادی که فساد عقیدتی نداشته باشه اینا را روی هم باید بکنن و بتوانند تشخیص بدن تا کمیته های کاری که واقعا ملی نگر باشه و قلدمن نباشه یعنی به سو سمت گرویده نباشه اینا رو دست به کار شون اینا رو بسائر ارائه بکنن تا بتونن که امزی مهوریتی که فعلا به بدنامی قراردادن از براین تا بتوانند داشته های خوبی را بر افغانستان داشته باشند و همچنان روال کاری را برای مابات های سالیان متمودی به نفع اولی افغانستان یک یک دستاورد خوبی تاریخی ارائه بکنند خب اینجای کار خیلی کوتاه اگر اشاره بکنید در دور نمای شما این هم وجود داره که پنج سال بعد هم این زامداران فعلی افغانستان که حالا خیلی متهمند اینها پس به چوکی زامت مردم افغانستان به هر دلیلی حالا بنشینند دیدگاه های کلی سیاست در تمام جامعه مبنی به دستاشه هایشون هست آنچه برای ملت ها اقدام کردن آنچه که ارائه کردن آنچه عملا انجام دادن فعلا که فعلا هست ما نمیتونیم بر آینده های از اینا نقطه مثبت بگذاریم ولی همچو دستاوردهایی که سا ایجاد میشه همچو برنامه‌ای که فعلا در توافق کلی با کشورهای دیگه که بسای ندارن اینا یکی از دستاوردهای بسیار خوب و مثبت برای حکومت هست ولی حکومت بتونه آنچه که به اصطلاح برای برای ضرر نداشته باشه به که یک مردم خاص بر به یک لسان خاص اینو حرکت نکنن اینا میتونن تداوم خدا یک مقدار دوباره اعتماد پیدا بکنن بین مردم اگر به می مینوال اینو حرکت بکنن فکر نمیکنم که داشته های فیلی از بر فردا هایشون حتی با داشتن یک چنین دستاورد مثل امضای قرارداد داده ابریشم اینا درست است وقتی که زمانی که ما میتونیم به تفاهم برسیم ولی عمل کردن زی مثل که فعلا ما در یک عمل قرار داریم که امروز یک قشر بسیار بزرگ افغانستان نمیگن بر مثلا خط توتاب این مسئله است که یک موضوع بسیار خاص بر جامعه یک زدیت خاص برای بر منطقه بر تمام مناطق کلی افغانستان نو ارائه کردن از یک طرف موضوعیتی که چندین سال پیش اینا موضوع تاین شده از طرف کمیته های بین المللی کسایی که زیر دخل کاری بودن اونا تعیین کردن ولی یک یک باره به مدت چند ماهی میشه که اینا موضوعات تغییر کردن همچون مسائل که زدیت ها ایجاد بکنه همچون مسائل که به اولیای جامعه نباشه همچون موضوعات که بس تو سمت و سمتگاروی ایجاد بکنن عملا اینا در خور انتقاد هست و هیچ گویی نمیتونه حکومت تداوم های بعدی رو داشته باشه امروز ما زمانی که امروز ما تظاهرات مردمی میبینیم امروز ما مجموعه های بزرگ مردم میبینیم نه تنها که بسیار یک ملت ملیت ها حرکت کردن در این مسیر تا بتونن از از, از نفع کلی جامعه دفاع بکنن از نفع برنامه های بیدارگری جامعه صحبت میکنن و امروز زمانی است که امروز مردم خواب نیست امروز مردم حتی به خاطر حفظ امنیت مملکت به خاطر حفظ امنیت وقار خود امروز مردم از سرجان خود گذشته‌اند و همچنان که ما بینیم هر حرکت مردمی هر خیزش مردمی اینه موضوع است که یعنی کارت با استخان رسیده تا چی اندازه مردم مثلا تحمل بکنن و موضوعاتی که مردم در حرکت های روشنی قرار دارن در حرکت های مثبت قرار دارن اینا همش به خاطر از این نیست که فقط به خاطر یک منطقه باشه اینا کلی برای جامعه باز افغانستان هست تا چی وقت افغانستان از نقاط از نقاط بسلا سخت و از نقاطی که مرموز باشه از اونجا مردم گزند داشته باشه و مردم به شون و مردم ناچار شون که داد و فریاد بزنن و هر بزن. حرکت دولت هر موضوعیت کاری نه تنها به نفع یک بلکه به نفع ملیت هاست و به نفع ملت افغانستان هست خیلی ممنون آقای علم اگر به طرف جمبندی بریم بید نگرانه های خیلی کوچکی وجود دارد در آمیزش ها و تعاملات سیاست های خارجی کشور های منطقه همچون چین و روسیه که حالا هر دو گاهی نگران مطرح میشه که اینها منفی به یک دیگر دارن در بخش از برنامه های سیاسیشان به یک دیگر حالا بیت بررسی بکنید که همزمانی کمک های نظامی چین و روسیه به افغانستان و همزمانی یک سری معادلات سیاسی دیگه که حالا در سیاست خارجی دولت افغانستان و در همون حلقش با روسیه و چین همزمان داره چشمندازی که میتونیم داشته باشیم خوشبینانه هست یا چطور؟ ببینید در قضیه افغانستان بعضی از مسائل هست که بین کشورهایی که با هم متخاصم هم هستند منافع مشترکی در افغانستان دارن بعضی ها منافع مشترکی ندارن دولت افغانستان در روی کرد سیاست خارجی خودش باید این مسئله را کاملا درک بکنم ما چند مسئله هست مسائل مختلف هست باید اونها شناسایی بکنیم مثلا وقتی که ما میگیم که منافع افغانستان در این هست که در چابهار ما بتانیم که تجارت خود گسترش بده میبینیم که هند بسیار علاقه مند هست بسیار سرمایه گذاری میکنه حتی برای نیمروز و او تا دلارام او سرک درست میکنه اما وقتی که شما پاکستان منطقه با این مسئله بسیار مخالف هست به خاطر که با هند مشکل داره و می‌بینیم عربستان ممکن با چون با ایران مشکل داره ممکنه با این خط و با این بندر چابهار مشکل داشته باشه دولت افغانستان هم با ایران خوب هست هم مثلا با عربستان باید طوری حرکت بکنه که هیچ کدام از این دولت مثل عربستان که فرضاً با این پروژه که برای ما منفعت داره مخالف هست او را هم متقاعد بسازه و که همکاری اگر نمیکنه سنگ اندازی نکنه در مسائل دیگه این که هست مثلا فرض کنه که آرامش در افغانستان و آرامی تنها دولتی که از عدم آرامی در افغانستان نصیب منافع نصیب خواهد شد پاکستان هست بقیه کشورها چی از امریکا چه چی چین چه چی روسیه همواره طالب ای هستند که در افغانستان صلح و آرامش باشه تا بتونن به منافع خودشان برسانند <applause> ما در امروز وقتی که صحبت از چین میکنیم باید منافع چین کاملا درک بکنیم که چه کاری میخواد انجام بده <applause> و طوری حرکت بکنیم که با این منا... که منافع ما هم راستا با منافع چین باشه و منافع کشور دیگه در افغانستان ضرر نبینه چون که ما هم از نظر سیاسی هم از نظر اقتصادی به او حد قوی نیستیم که بتونیم که جلوی دخالت ها رو بگیریم و پروژه‌ای که شما گفتیم مسئله راه ابریشم در افغانستان بسیار بر افغانستان منافع خواهد داشت این مثل یک زنجیری خواهد بود که هم راه راه آهن ایجاد خواهد شد هم سرک های زمینی ایجاد خواهد شد هم دولت چین در قسمت آوردن برق به افغانستان کمک خواهد کرد تمام تا بتانه که به صورت یک زنجیر افغانستان و آسیای میانه ایران و حتی اروپا رو با خودش وصل بکنه و خودش چون بالاترین و بزرگترین قدرت هست در اون منطقه این زنجیر همواره در دست چین خواهد بود به خاطر کنترل تمام منطقه به خاطر منافع خودش خب مثل راه ابریشم حالا ما پروژه توتاپ را دیدیم که به کارش بعد آغاز شود ولی موانع همچنینی در فراروش داره مثل امنیت و یک سری چالش های دیگه که مثلا سبب ریزش امروز مردم به جاده ها و راهپیمایی گسترده مثل امروز داشته باشه کاسا 1000 هم میبینیم که کلیت میخوره و کارش آغاز میشه ولی فراروش چالش های زیاده ها مثل چالش های امنیتی هنوز پا جاست و همچنین حالا که جاده ابریشم بین چین و افغانستان دادش به قراردادش به امضا میرسه هم فراروش چالش ها و نابسامانی ها و سنگ هایی که داره هنوز برداشته نمیشه به نظر نظرتان حالا هر یک از این گزینه ها میتونیم که منتهاش را عملی فکر بکنیم و ادامهش را فکر بکنیم که حالا اسبابی داشته باشه که سبب شوه تا کشور چین تلاش نهاییش را برای صلح و امنیت افغانستان هم بکنه یا کشورهای دیگر چه تلاشی از دستشان میکنن در باب صلح امنیت افغانستان به خاطر برداشتن این سنگ از فرار این پروژه های بزرگ یک چنین چشماندازی را میتونیم داشته باشیم ببینن چین وقتی که به افغانستان کمک نظامی میکنه تا ما ندیده بودیم که چین به افغانستان کمک نظامی

می بینیم که این یک بسیار یک نقطه روشن هست که چینی ها دیگه حاضر نیستن که حتی با طالب ها با طالب ها رابطه بسیار نزدیکی داشته باشن این یک موضوع هست چون در طول این 13 سال چینی ها هم به افغانستان کمک نظامی نمی کردن چون نمی خواستن که دشمنی طالب ها و یا بنیادگرایی اسلامی رو علیه خودشون و منافع خودشون در منطقه داشته باشن حالا چینی ها به این نتیجه رسن که باید در افغانستان سرمایه گذاری حرکت فعال داشته باشن و از این سیاسی که در طول 13 و 14 سال داشته باشن بیرون بیارن و این وقتی که ای کلید میخوره جاده ابریشم این هم نشانه بسیار واضح و بزرگی است که چینی ها میخوان همکاری بکنن اما وقتی که ما میبینیم که این پروژه توتاب این البته پروژه توتاب نیست پروژه توتاب بین از چند کشور هست که برخو از افغانستان بله. و, و این خب پروژه نام نام. فقط نامش توتاب آلمانده این پروژه برخه هست بله دولت افغانستان باید که در زمینه رشد متوازن در تمام مناطق افغانستان سرمایه گذاری بکنه و نگذاره که اقوام مختلف و نژادهای مختلف احساس کنند که در افغانستان دیده نمیشن در سیاست افغانستان در سیاست اقتصادی افغانستان در و در تمام عرصه های مختلف در افغانستان و اگر تمام اقوام احساس کنند که دیده میشن در افغانستان او وقت هست که هیچ کدام دخالت نخواهد کرد مخصوصا پروژه انتقال گاز هست از ترکمنستان که او هم وارد افغانستان شده و ما امیدوار هستیم که تمام ای وقتی که پروژه مختلف از کاسا یک هزار هست از توتاب هست از پروژه تاپی هست وقتی که وارد افغانستان میشه منافع تمام دنیا را در افغانستان درگیر میکنه و بالاخره دنیا مجبور هست و اهم های ما مجبور هستند که حرکت فعال داشته باشند و پرتحرک در افغانستان حاضر بشن همچنان که چین ای کار کرد و ما امیدوار هستم که این باعث رشد برای رونق اقتصادی سیاسی و امنیت در افغانستان بشه سپاسگزارتم نصر الله علامه آگاه سیاسی سید نبی الله استاد دانشگاه و عبدالشکور سالنگی پژوهشگر روابط بین الملل از حضورتان در بحث و سپاس بیمنتها برای حضور برای پایش شما پای بحث امروز سرنوشت تا درود و دیدار دیگر پویا پاینده و پایدار باشید بدرود